طرفداری به ابجاره میگه که با کروات سبزم اومدن همیشون و همه آقای سجاده پور. خب اینا الان نمیدونن که این کروات سبز ربطی به آقای موسوی نداره. حالا من یه روزی روزگاری خود ملت ایران متوجه میشن که این رنگ سبز از کجا اومد. الان در شرایط الان رنگ سبز رو در هر جهتی دارن به آقای موسوی. خود آقای موسوی گفت به من ربط نداره و من به اون به شرافتم قسم میخورم این رنگ سبز رو از جای دیگه به شکل دیگه یک گروه دیگه یک طی برنامه‌ای که دارن این رنگ سبز آوردن. حالا نه این ما رو بردارن کیدنپ بکنن بگن دلدار یه چیزایی میدونه ما نمیدونیم. من مطالعه کردم، شما برید مطالعه کنید، برید ببینید، یعنی 3-4 ماه پیش این به عناوین مختلف این رنگ سبز جاهای مختلف دیده شد و بعد این تو انتخابات اوج گرفت. اصلا برید تو نگاه کنید سایت‌های ایران، باید برید 3-4 ماه برگردید عقب، عکس‌ها رو نگاه کنید، ویدیوها رو نگاه کنید از نوروز، یواش یواش می‌بینید که این اصلا قضیه‌اش کجاها بوده. یادتون نره کجاها بوده. من خیلی وقت گذاشتم، بقیه هم باز وقت بذارن، چون من نمیخوام چیزی بگم که 100% بهش مطمئن نیستم. تقریبا مطمئنم که این ربطی مطلقا به انتخابات نداره و از ماها پیش شروع شده توسط میلیون طرفدار ملت ایران، ملی های ایرانی شروع شده، که حالا در موردش خودتون بیشتر واسه مطالعه و روزهای آینده که آشکارتر شد من بیشتر در موردش صحبت میکنم. بفرمایید. حالا مثلا دوباره این که بعد شما الان میبینید در اینجا قبل که اجازه بدید در اینجا ده هاوس اف رپرزنتیتیو بس اینجا ده دادرز اف ایران، این برقه به وسیله آقای تیتپو که به اصطلاح از رپرزنتیو اونجا هستن در تمام در تاریخ تیوزدی جولای 21 2009، ایشون دو تا دونه دو نامه به تمام در کانگرس پخش شده و دو نامش هم به دست، یعنی دو نوشتش هم به دست من رسیده، که اولا خانم ندا رو که بود که در اون جلسه خونده شده، یعنی اینجا اولش هم به این تظاهر است که مستر اسپیکر the woman of Iran are standing shoulder to shoulder in the street and the protesting against radical and corporate Iranian election. یعنی با این مطمئن شروع کرده که زنان ایران سرفرازترین زنانی هستند که در طول به اصطلاح تاریخ ما دیدیم در این مملکت، و زنان دارن رهبریت رو میگیرن و خانوم صدای ندای آقا سلطان که تقریبا اگر شاد شده ولی به اصطلاح گاورمنت ایران شاد شده، ولی این صدا در حقیقت باز شده برای تمام زنهای ایران و ما افتخاری میکنیم به خانوم ندا، خانوم ندای آقا سلطان، که این اصلا در بگم من در این مدت 20 ساله 15 ساله اصلا ندیده بودم یک مسئله در یک جای اتفاق بیفته و کانگرس آمریکا همه به اتفاق چه دموکرات چه ریپابلیکن با هم روی اون یک چیزی رو ثابت داشته باشن، و این یک تنفری از رژیمی هست که دارن و در نوارهایی که من با آقای صحبت کردم، چون الان وسیله من ندارم با شما، حالا روز یک شنبه یا روز سه شنبه به وسیله دستی که هست برای شما این نوارهایی که به آقای مسئول خواهش کردم از کانگرسمنها که صحبت کنن با ملت ایران، نظریه خودشو به ملت ایران بدن که چه افکاری رو دارن. تأسف من از این است که اگر یک آقای حف ایرانی یا حف امریکا یا به عنوان امریکایی وقتی در یک کانگرس میره، وقتی در اونجا به عنوان نظرخواهی از این میکنن یا شهادت از ایشون میخوان یا این، برو حقیقت رو بگو. چرا شما در اینجا با اتفاق دوستانت که همه از به اصطلاح استنفورد از اونجا بودن ما از جای دیگه نگیریم، غیر از یکی که از وزارت اعضای وزارت امور خارجه اونجا بودش، شما چرا حقیقت رو نمیگید؟ شما الان در پیشگاه خود ملت امریکا هم مسئول هستید. این جنایاتی که در ایران هر روز و شب میشه چرا زبانی از اونا شما سخن نگفتید؟ اینها من فکر نمی کنم از نظر ملت ایران هم اینا چشم پوشی باشه. بعد مسئله دومی که الان به وجود میاد، شما مدت خواست اینه میده ناراحتی من از این است که ما رو همیشه بازیچه دستی شدیم به دلیل اینکه همون که در قبل خدمت شما عرض کردم تلویزیون های ما، رسانه های گروه ما کارشو میکنه، اما متاسفانه در جهت دیگه ما نداریم
بقیه سیاست مداران ما یا همین ها بیان جلو و ما بتونیم با این دوستان رابطه بیشتری برقرار کنیم که در زمان اینها میتونن برن در کانگره صحبت کنن، هیچ کار مشکلی نیست. فقط نیاز به راه های کاربردی اون رو داره که بسیار راحت میشه اینا انجام داد. و اگر شما فکر کنید یک دونه از استادان ما، یک دونه از فرهیخته های ما در این جلسه بود، باور کنید 90% میشد افکار دیگه ای رو به آقایون و کانگرسمن های آمریکا داد که واقعیت رو بدونن. اما من به شما این اطمینان میدم، چون با صحبت کردم با آقایون، بهتر از من شما الان میدونن کی هست، کی داره دروغ میگه، کی داره بازی میکنه، کی داره اصلا چه میکنه. و مخصوصا قسمت دوبونی که میخوام خدمت شما عرض کنم، من نیاز به کمک مردم دارم، به خصوص ایرانیان در آمریکا. مثلا کانگرسمن دیگه ما آقای مکالن دو شرایطی رو به کانگرس داد و کانگرس قبول کرد و اینو به اثبات رسوند به نفع و دفاع از ایرانی ها. و من انتظار دارم در روز دوشنبه یا سه‌شنبه، من این اول شما نوارها رو ببینید، صحبت‌های آقایان کانگرسمن‌ها رو گوش کنید و بعد شما باید به وسیله ایمیل، فکس، هرچی تمام دفتر اینها رو پر کنید که اینها وقتی صدای فریادی از طرف ماها می‌زنند و چندین نفر غیر من که مستقیما دارن کار می‌کنن که این روابط ها دوباره همچین اشکالاتی رو پیش نیاد، اینها رو شما حمایت کنید. در نتیجه یک ملت ایران حمایت میشه. وقتی شما به دفاتر اینها ایمیل بزنید، زنگ بزنید، اینها خوشحال میشن که صدای اینها به گوش مردم ایران هم رسیده. برای همین اینها قبول کردن که مصاحبه ای رو که خانم امی پاول گذاشته بود درش شرکت کنن و بنده هم در اونجا باشم. از این نظر که من در روز سه‌شنبه در اون هفته، در هر هفته یک دونه از این به اصطلاح سیدی هایی که ضبط شده، مصاحبه هایی که ضبط شده به آقایون، در اختیار شما میذارم که بتونید اینو پخش کنید و راجبش گفتگو بشه. اما مسئله دومی که الان بیشتر از همه ما رو زجر میده، قبل از این مسئله رو خدمت جناب عالی عرض کنم، فکر میکنم به زودی اون ترهیم بزرگتری که داره اعمال میشه، بنزین ایران داره بسته خواهد شد و اینها اجازه نخواهند داد که بنزین به اصطلاح و گاز به سوی ایران بره. یعنی این ترهیم بسیار بالایی خواهد بود و فشار اقتصادی عظیمی به البته متاسفانه مردم ما هم باید این تورها رو پس بدن، چون بالاتر از اینها رو پس دادن. وقتی جیومشونه دارن تو خیابونها میزنن، من فکر نمی کنم. اما ما در خارجی، شما دیشب، من دیشب برگشته بودم آخر شب، برنامه شما رو به وقت خود ما همین ساعت 12 دیدم، دیدم شما بعضی از هموطنان ما، من هم اگر نتونستم بلیت بگیرم بیام، ولی دو تا خواهش که من دارم، در تمام تظاهرات برید. این تظاهرات در حقیقت رگ به اصطلاح خونیه که در رگ‌های آزادی ایران میدنه. مهم نیست که برگزار کنندشه، مهم اینه که ما همه شرکت کنیم درش و حرف خودمونو بزنیم. فرض بر این بگیرید اگر شما رو هم گرفتن، باور کنید کانگرسمن های منطقه تونو، رئیس پلیس منطقه تونو اصلا چه کاری رو نخواهند. نه من اولا به خدمت عرض کنم، در سان فرانسیسکو باز تکرار میکنم، کسی که الان تلویزیون رو باز کنم، فردا پلیس با شما برای آوردن پرچم کاری نداره. من اینو چک کردم، به طور مسلم شما میتونید پرچم ببرید، پرچم های کوچیک بسین و من فردا 1000 تا پرچم اونجا مجانی از این نوع همین اندازه و به همین خوشگلی من اونجا پخش میکنم. بنابراین شما پرچم دارید بیارید، هیچ اشکال نداره و همه فردا اونجا این پرچم ها رو پخش میکنید. جانم حالا بفهمید دکتر. و حتی اگر در واشنگتن هم اگر بگیرن، شما اولا هیچ کار جنایی و جنایت نیست، حتی کرمینال کوچک هم نیست، حتی مثل مینیر هم نیست، هیچ چی نیست. نه مثل تیکت رانندگیه. بله، و این بسیار خوبه که اینها بدونن در خارج از کشور وقتی میگن آقای رفسنجانی پولها رو خرج کرده، ایشون پول شما مردم ایرانه که این آقا خرج کرده، ایشون میلیاردها دلار از کجا میتونه سگیر بیاره که بتونه این چنین تشکیلاتی رو به وجود بیاره. بس در نتیجه پولی هم که داره این آقایون دارن خرج میکنن اینو، و پول خود شماست، چون دیگه این روزا پرده ها دریده شده دیگه، باید حرفا رو زد. نه بذارین دستگیر کنن و دنیا هم باز دوباره بفهمه که با چه موجوداتی در داخل یک کشور آزاد اینا برخورد دارن میکنن.
و بدانید که بیشتر مردم آمریکا به شما میپیونده، یعنی به ماها میپیونده. دیگه زمان این داستانهایی که یک عده رو جدا کنید و به همونطور که جنابعالی فرمودین برین اونجا بشینن و خودی و ناخودی همین کارهای زشتی که تو فرهنگ عرب هم، یعنی فرهنگ آخوندی میتونم بگم، وارد فرهنگ ما شده، همین خودی و ناخودی ها رو به وجود آورده.